مسئولیت و این مأموریت رو انجام بدهیم. خیلی متشکرم که به من از من دعوت کردن که در این برنامه شرکت کنم. در واقع ناتوری کارتا صدای یهودیان در سراسر جهان است، خصوصا در فلسطین، که برخلاف جنبشی که صهیونیسم. اون چیزی که برای خبرنگاران ما خیلی جالب بود و من دیدم که همه دوربینا میرن سراغشون، همین تیم یهودیان ضد صهیونیست بودن که مخالفت خودشون رو با اشغال فلسطین ابراز میکردن، خواهان نابودی رژیم صهیونیستی بودند و شاید حالا گفتگوهاشون هم اضافه بکنن، از مواضع رئیس جمهور محترم آقای احمد نژاد به شدت حمایت میکردن. و جمله‌ای که خیلی خوب بود میگفتن این بود که میگفتن ما در هیچ جای دنیا مثل جمهوری اسلامی ایران اینقدر راحت نبودیم که حرف بزنیم. و شما میبینید که شما اگر به ایالات متحده برم یه جای دیگه، میبینید که اونها هم در رنج هستن. ما بر علیه صهیونیست‌ها حتی بیشتر از فلسطینی‌ها هستن. فلسطینی‌ها ممکن است که اونها به دنبال مثلا بازگشت زمین‌هاشون باشن، اما ما معتقدیم که اسرائیل هیچگاه نمی‌تواند وجود داشته باشد. ما فکر می‌کنیم که 90% از سراسری که یهودی‌ها که صهیونیست ها گرفتن اونها نمیتوانند داشته باشند، آنها بایستی اون رو برگردونن به فلسطینی ها به خاطر اینکه، و همچنین باید جبران کنند نسبت به هر کاری که آنجا Would you like to be eliminated the Israeli government or not? Would you like to be eliminated the Israeli government? منظورتون این که آیا باید نابود بشن؟ از بین برن؟ Our constant prayer and wish is that the Zionist regime and their government should be eliminated, hopefully peacefully, but totally. یکی از بحثایی که مطرح است این استش که صهیونیست‌ها ارباب رسانه ها هستن، یعنی خیلی از رسانه های بین المللی دست اینها هست. در مورد نوع برخورد رسانه‌های اروپا و آمریکا با جنبش شما می‌خواستم بیشتر توضیح بدید. آیا با محدودیت‌های مواجه هستید؟ آیا اون حرکاتی رو که شما انجام میدید رو تحت پوشش قرار میدن یا اینکه نه برخورد تبعیض‌آمیز دارن؟ Yes, absolutely. بله قطعاً همین گونه است. We very often we attend for instance demonstrations. احساس میکنیم که انگامی که تظاهراتی داریم بر به نفع فلسطینی ها و همچنین مصاحبه میشنیم که خیلی علاقمند هستن که با ما مصاحبه کنن و گزارش تهیه کنن از کارهای ما، و فکر میکنم که یک گزارش خیلی خوبی هست و در روزنامه ها چاپ خواهد شد و در تلویزیون و نمایش گذاشت خواهد شد، اما میبینیم که هیچ کدام از اینا مطرح نمی شود. این به این علت است که در غرب اکثر رسانه ها خصوصا در ایالات متحده و بریتانیا توسط صهیونیست ها کنترل می شوند، گرچه این واقعا کار ما صهیونیست ها را ناراحت می کند و بنابراین به طور طبیعی است که آنها از لحاظ سیاسی هیچ مایل نباشند که پوششی به فعالیت های ما بدن. در واقع آنها حتی تا کنترل میکنن مدیا رسانه ها را و حتی در سطح دولتی کنترل میکنن و بنابراین فعالیت های ما اونها را ناراحت میکنه. معمولا ما میبینیم که هیچ پوششی داده نمیشود. واقعا سخت است که بتوانیم این رو توضیح بدهیم. دلایل متفاوتی میتواند وجود داشته باشد، اما به طور ناخودآگاه این نتیجه از زمان جنگ جهانی دوم of the guilty conscience, نتیجه اون احساس گناهکاری و گناهکاری است که احساس می شود که سعی می کنند به مردم کمک کنند، مردم که به یهودیان کمک کنند از زمان جنگ جهانی دوم، اما در واقع آنها دارن به صهیونیست‌ها کمک می کنند و نه به یهودی ها. در واقع این دو طور متفاوت هستند، اما اونها به صهیونیست ها کمک میکنن و با کمکشون به صهیونیست ها دارن صدمه به یهودی ها میزنن. اجازه بدین که FBI به شما بگویم که همیشه میآید و در واقع حرکات ما و فعالیت های ما را زیر نظر داره
who were to be deported, and we stood up and they said, these are righteous people, they're just standing up against Zionism. And they showed they showed clips of our demonstrations. So we are being watched. We've been approached by the FBI, but we always say we are an open book. We are just خیلی باز هستیم. سیستم ما خیلی باز هست. ما صرفا در برای صهیونیست صحبت میکنیم و ما نمی و من از همینجا اعلام میکنم که هر اتفاقی برای این خواخام های یهودی ما بیفته در امریکا و انگلیس، چون برادران دینی ما هستن، به صرف گفته هاشون در این حکومت جمهوری اسلامی و در این شب و در این مراسمی که در 4 5 روز در ایران داشتن، ما دولت امریکا و انگلیس رو به قول معروف چیز این میدونیم، مقصر میدونیم. خواخام وایس، شما ساکن آمریکا هستید، نیویورک. سوالی که من دارم در مورد نقش لابی صهیونیست است، ایپک، که در واقع چقدر در تصمیم گیری های دولت آمریکا نقش آفرینی میکنه. It's interesting that you should mention APEC because when we're sitting here, the closing their conference in Washington, در واقع کنفرانس آنها در واشنگتن در حال جریان است. ما هر سال به از لحاظ مذهبی میریم اونجا و بر علیه این کنفرانس در واشنگتن تظاهرات میکنیم و همچنین در نیویورک، به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که این یک وظیفه مذهبی است. پارسال من اونجا بودم، اما متاسفانه idol of Zionism, the state of Israel. Everybody serves we say a carbon, a sacrifice. Everybody comes and bows and shows their support and respect. سعی میکنن که در اونجا میان تو این کمیته به اون حمایت میکنن، حمایت خودشون رو نشان میدن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان. و اگر کسی با اونها مخالفت کنه، بر علیه اسرائیل مخالفت کنه، در واقع اون یک نوع خودکشی سیاسی کرده است. خاطر اینکه همون گونه که گفتم، همون گونه که اونها افراد رو تهدید میکنن، افراد یهودی رو تهدید میکنن، آنها همچنین رسانه ها رو تهدید میکنن، یهودی هایی رو که میگن که هیچ کس نباید بر علیه صهیونیست ها صحبت کنن، اما میدانیم که یهودی ها هم با آنها مخالفت هستن. سیاست مدار این که میخوان با آنها صحبت کنن. As far as the Iranian nation, تا آنجا که مربوط به مردم ایران می شود، اجازه بدهید آن چیزی که آقای خاخام وایس گفت، من با ایشون 100% موافق هستم که مردم ایران بایستی که راه خودشون را ادامه بدهن و این رو مطرح کنن که اونها هیچ گونه نفرتی بر علیه یهودی ها ندارند. در واقع یک اتهام غلطی است که صهیونیست ها بر علیه ایران مطرح می کنند که جمهوری اسلامی ایران ضد یهودی است. این کاملا غلط است، کاملا دروغ است. بنابراین باید ایران خیلی راحت و خیلی روشن این مسئله رو مطرح کنه که با صهیونیسم مخالف است و با یهودیت و یهودیگری مخالف نیست. و همچنین امیدواریم که در ایران بتوانند بدین این هنگامی که آقای احمدی نژاد مسائلی رو مطرح کرد و مورد حمله قرار گرفت، ما یک بیانیه دادیم، در اینترنت پخش کردیم و مطرح کردیم که ایشون ضد یهود نیست و صرفا ایشون نظریات امام خمینی رو دارن تکرار میکنن. ایشون برای یهودی ها احترام قائل هستن و حتی از اونها حمایت میکنن، اما آنها در واقع میخواهن که یهود که فلسطینی ها به سرزمین خودشون برگردن و اون چیزهای